ادامه برنامه خوش آمدین. صبحتان بخیر. شما بینید این برنامه در سراسر جهان هستین و گونه زنده از استودیوی مرکزی من در کابل. و در رابطه با این موضوع امروز من که انتخاب کردیم، دیدگاه و نظرات شما عزیزا را هم داشتیم که چرا دواهای بی کیفیت وجود دارد در افغانستان، چرا تشخیص درست صورت نمیگیره در افغانستان و چرا در دواخانه ها اطفال استاد هستند و دوا میفروشند و هیچ چیز از فارمسی نمیدانند و ده ها مشکل دیگر و چرا تا هنوز هم بازار طبابت افغانستان، پاکستان و هندوستان هست. جناب دکتر صاحب شمس رحمان فروتن، اینا دکتر مجیب رحمان فروتن، مجیب رحمان شمس به ما در برنامه هستن، اینا دکتر استوماتولوژی هستن. خوش آمدین جناب شمس. تشکر، زنده باشین. صبح شما هم بخیر. سلام به شما و تمام بینندگان تلویزیون آریانا تقدیم میکنم. خوب است در آغاز در مورد ادویه بگوین، چگونگی با کیفیت ساختن ادویه در داخل و بالاخره ما بسیاری از دیدگاه بیننده های خود را داشتیم، اونا در مورد از این گفتن که میاری نیستم ادویه یا تشخیص نادر صورت میگیره. از زمانی که ما از اعتبار در میان مردم و دکتران صحبت میکنیم، ولی بسیاری گفتن که زمان که یک مریضی کوچک داشتن ولی نتونستن که درست تشخیص شوند، در شفاخانه مراجعه کردن، بالاخره مجبور شدن که برن خارج از کشور به کشورهای همسایه مراجعه بکنن. اونا مقصر نیستن. بیاین از شما بشنویم که در مورد ادویه یک تعریف از ادویه داشته باشین. ادویه خو به حساب یک دوای ادویه چیز ضرورتی است که به حساب امراض و مشکلات عام انسان ها را به حساب رفع می سازد و ادویه اکثرا مشکلی که با بی کیفیت است، اولین مشکل اول از دولت ما شماست که پرابلم داریم. ادویه که داخل افغانستان وارد میشه باید از طریق گمرک باید چک شود، ارزیابی شود، تا لابراتوارها باید همه کنترل شود که اگر با کیفیت باشه میتونه که داخل افغانستان شوه، اگر نم باشه باید همون تجارا را یک مجازات کنند یا همون دوایشان ضبط شوه که داینده ای کار نشه. متاسفانه اولین مشکل ما شما از دولت ماست که باید ادویه چرا به کیفیت داخل افغانستان نمانند که داخل شوند. چون فابریکایی که در داخل وجود داره اونا خودشان کوشش نمیکنن که به حد خودکفایی برسن، خودشان تولیدات خود به حد برسانن که نیازمندی مردم مرفوع شود و بالاخره نیاز نباشه که از خارج کشور، از کشورهای همسایه دوای بی کیفیت بیه وارد کشور شود. نظارت وجود نداره. گپ شما دکتر صاحب، یک طرز عمل وجود نداره بالاخره که نظارت صورت بگیره از ادویه که داخل کشور میشه که با کیفیت باشه. خب اکثر تجارای ما شما میبینین که سرمایه گذاری که در افغانستان از نظر امنیتی و چیزهایی که میبینیم نمیکنند. اکثرا سرمایه گذاریشان خارج از افغانستان است و دوایی که از اینجا میارن، مثلا یک دوا، یک پرستامول که اینجا میبینیم، یک پاکتش را در افغانی میخریم و همیز چه شما میریم در هندوستان یا پاکستان، امو پرستامول پس 100 کلدار یا 100 کلدار ایندی به ما میتن. شما خود ما شما متوجه میشیم که یک تابلی اینجا در افغانی است، این چقدر کیفیت داره، از اینجا تا اینجا را میایی، چقدر مالیه میخره و چقدر این زامت مشکلات اینجا میایی و پس در افغانی مصرف میشه. حتما در مقدار کیفیت و چیزهای بسیار پایین می باشد و دکتر صاحبای بسیار ورزیده داریم ما شما. دکتر صاحبا بسیار ورزیده داریم، یگانه مشکل که از دوا کیفیتش پایین می باشد. شما جناب دکتر صاحب از دکتر صاحبای ورزیده یاد کردین. مردم شکایت دارن که تشخیص درست صورت نمی گیره از طرف دکتر صاحبا. یک کس مثلا سینه بغل عادی است براش گفته میشه تو سرطان داری، یا یک کس مثلا بالاخره زیاد سرفه میکنه یا تب داره براش گفته میشه تو تکلیف شش داری. و حتی چند روز پیش به یکی از هموطنان عزیز ما گفته شد که اگه تا 3 روز به پاکستان نری تو شاید از بین بری. چرا چون این حرفای را ای دکتر صاحبا میزنن؟ چرا تشخیص درست کردن نمیتونن اینا؟ اکثرا ایگه مشکل دکتر صاحبا نیست، مشکل مردم ماست. اول ما شما ببینیم یک مریضی که گلون درد باشه پیش یک دکتر صاحب که مراجعه میکنه و دکتر صاحب برش معاینات میته، 3-4 رقم معایناتی که برش میته که آیا امی میکروب چی نوع میکروب است، باید دوای زی برش داده شود. خب. مردم ما شما وقتی که داخل میشه اقتصاد ضعیف داره، پیش دکتر صاحب میگه من یک گلون درد هستم، من نسخه بده، من وقت واسه تاوان من نمیکشه که مثلا 4 قسم معاینه کنم. نه اما دکتر خود دل بسوزن برش واقعیت بگه. آه برش میگه واقعیت، مگم وقتی که واقعیت بگه مریض فکر میکنه که البته یک کار تجارتی است و من معاینات میده به خاطر که باش که امی عایدی که برش میه از امرای لابراتوار ارتباط داره به او خاطر و تشخیصی که درست نشه، دوای خود سرانه، دوا هر چقدر که بخوره مریض، این تداوی نتیجه نمیده. اما چرا مثلا پیش یک دکتر میرین و تشخیص میکنه حالا تکلیف قلبی، پیش دکتر دیگه میگه، میگنه او دکتر دروغ گفته، کل دوای تو طرف فرد تو مشکل مثلا یک تکلیف دیگه را تشخیص میکنه، برش دیگه دوا میده. پیش دکتر سوم میته او نخسر هم پاره میکنه، میگه دوا رو مو طرف فرد تو سر تورش خندی کرده، اصل تکلیف تو نیست، اینی دواره.
چرا چنین هست؟ چرا یکی دیگر را تایید نمیکنن؟ چرا سر یکی دیگر شکن میزنن؟ پرابلمی که هست همین معاینات که میتن آل میبینیم شما در هر کنترل باید از هر همین لابراتوارهای شخصی باید کنترل شود. کایات امی کسی که امی جا معاینات که میتن معاینات که میکنن آیا می سوابقش دیده شود که کس کجا فارغ شده؟ این کارم پس وزارت سلامت باید سرعت آمه بکنه، باید بیره ببینند که امی تشخیصی که میتن یک لابراتوار یک چیز تشخیص میده، یک مثلا یک اشبالوری رو به حساب معاینات میکنه، یک منفی نشان میده، یک مثبت نشان میده. دکتر صاحبم به سرعت آمه است که باید انجام بده و دکتر صاحبم حیران میمونه که کدام شما چی کنم دوای اگر برش بتم ای باز مشکل است. مجبور میشه که در جای سوم باز هم مریض روان کنم راجع کنم که باش که معاینات زی سومش چی نتیجه میده. بالاخره این مشکل است که با وجود باعث عدم اعتبار میار مردم و دکتران شده. در کل باور کنین دکتر صاحب حتی با چشم دید خودم بوده بسیاری ما دیدیم که مریضی خورد و داشتن و رفتن هند رفتن پاکستان رفتن بخاطر تشخیصشان، بخاطر که امو گپ شما پولی که در داخل به مصرف میرسانن بخاطر تشخیصشان اصلا پولشان مجانی و مفت به هدر میره، تشخیص درست نیست، دوا بی کیفیت است و یکی اصلا نظارت صورت نمیگیره و یکی یکی از وظایف وزارت صحت عامه است در این قسمت باید فعالیت داشته باشه و نظارت کنه. وزارت صحت عامه نظارت خود داره. خب یک مشکلی که هست یگانه چیزی که هست که مردم ما شما با دکترای ما همکاری نداره و اعتماد نداره با دکتر. حالا اعتماد جناب دکتر صاحب چطور به وجود بیاد؟ وقتی وضع چنین باشه مردم چطور اعتماد کنن؟ مردم به او خاطر وقتی که مریضی که اول مریضی که پیش ما میه به خاطر همی یک استرکشن دندان خود یا کشیدن دندان خود ما مجبور هستیم برای از این معاینات اچ آی وی بتیم، معاینات زردی سیاه بتیم، به حساب شکر شکنتر کنیم. چرا این ضرور است؟ این به خاطر که دندان خود میکشه، همی وسایل که ما برای از استفاده میکنیم اگه زردی سیاه داشته باشه این باید مکمل دور نگه داریم یا جدا تعقیم بکنیم. اگر در دان دیگر مریض دیگر استفاده شوه از او وسایل، خب او به حساب ازی میشه که برای او سرایت میکنه. باید مریض بگه مشکلات خود مگر مریض پنهان میکنه میگه خود. شما به یقین هستین دکتر صاحب مشکل در مردم؟ مشکل در مردم است. مشکل 100% با مردم است و اگر برش میگیم که معاینات انجام بده شکرت میست تکلیف شد. خب مردم خدا میبینیم که به چی صحت هستن. اینال مشکل ندارن بسیار. اینال وضع اقتصاد مریض وقتی که ضعیف باشه مشکل از دکتر نمیباشه. پرابلم که وقتی که ایجاد میشه باز میگه دکتر صاحب ولی مشکل برای ما شما خلق کردید. حال به خاطر معیاری سازی ارزی خدمات سی در کشور راهکار را در چی میبینید دکتر صاحب؟ راهکارش اولین راهکارش همیست که شما از برنامه‌هایتان از پروگرام‌های سیهی که دارین امیر با مردم باید به نشر برسانین. هم تشخیص که یک آل اول ما شما میریم در پاکستان یک عادی یک تکلیف داشته میباشیم مکمل چکاپ میکنه برای شما. مکمل چکاپ میکنه که آیا می تکلیفی که دارید چکاپ شد درست است؟ از مخ چکاپ مام درست است؟ نه چکاپ مبرای درست مبرای، ولی یک چکاپ یک چیز میگه، دیگه چکاپ یک چکاپ میگه سرطان داری، دیگه چکاپ میگه ایدز گرفته ای چوی وی، دیگه چکاپ میگه تکلیف قلبی داری. کدام چکاپ هم درست است؟ حال در پاکستان هندستان خو یک چکاپ میگه کل گیره برات نکشه که اینی تکلیف داری پس مالجه میشه. ایره ما براتون میگم که ما خودم ما با چشم خود دیدیم دکتر صاحب که سی چکاپ سی رقم تشخیص کرد. ما خودم مریض بردیم در پاکستان تشخیص کجا کردن با تشخیص افغانستان بسیار تفاوت داشته. تشخیصی که در اوجا کردن از پاکستان اشتباه بوده در میش شفاخانه ناتریست و در تشخیصی که در افغانستان شده ای صحت بوده. پس چرا اینجا مریض معالجه نشده؟ بخاطر که معالجه نشده که مریض مردم ما اعتماد نداره بالای دکتر. ما از بیننده های خود زیاد ایمیل دریافت کردیم دکتر سبالی گپ را که شما میگین بسیاری از بیننده های ما ایمیل فرستادن گفتن شکایت داشتن ناراضی بودن از فعالیت های شفاخانه ها، گفتن که در اینجا که تشخیص کردن یک مریضی شانه درست نتیجه نگرفتن ولی رفتن مجبور شدن که برن به طرف پاکستان. آل شما از اعتبار میان مردم و دکتران صحبت میکنین، فعالیت ها درست باشه مردم هم قدر نخواد فکر کنن خدا به زحمت بسازن برن؟ نه به این شکل نیست که شما میگین، به خاطر که ما همیش سر کار داریم با مریضای خود. وقتی که یک چیزی میگیم اول گفتم مریضی که پیش ما میه میگم برین یک شکرتون کنترل کنین، تکلیف شکر سابق دارین؟ میگه بله. شکرتون رو کنترل کنیم به خاطر که زخمتان خوب نمیشه یا خونریزی به وجود بیه. اینه که میگه دکتر صاحب والا یک دندان ما تشکار میکنی بخی بدر شکر ما قوست آوان ندارم که میگم. ما به چشم خود دیدیم دکتر صاحبای ما که مریض که آمده که تکلیف اسکمی قلبی داشته که از پیشش پرسان کرده که کدام تکلیف قلبی شکر همه چیز نداری، به خاطر که درد بسیار بالایش فشار آورده گفته هیچ چیز ندارم من جور تیار هستم، پایواز شام همراهش، پایواز چیز مشکل نداره
نی وقتی که مریض که زخم میکنه مریض میره دولت کما بر 5 ساعت 6 ساعت میره در کما و دو حالت باز پایواز در سر خود میزنه میگه والا این تکلیف داشت ما پد کردیم پرابلم نگه دو دکتر نمی باشه پرابلم از خود مریض است اگر معاینات برش بتیم وقتی که معاینات بتیم برش معاینات انجام بده یک مریض دکتر سب چرا گذشته از مشکلات اقتصادی چرا تکلیفی که داره پنهان میکنه او خب بازار خودش است یگانه مشکل که است حالا هر تکلیفی که انسان داشته باشه باید بگه تا کی پنهان کنه همین که یگانه مشکل او از بین میبریش اونم یگانه مشکل که داره ما شما همین پرابلم داریم به خاطری که درد بسیار شدید می باشه این پنهان میکنم به چی خوره تکلیف خوره در مورد وظایف وزارت صحت هم گفتیم دکتر صاحب گفتین که یکی از وظایف وزارت صحت هم است که باید نظارت بکنه در کل برنامه های داشته باشه نظارت صورت بگیره از فعالیت های شفاخانه ها و از دواخانه ها بالاخره مو ادوی که وارد کشور میشه یک بار تحت بررسی قرار بگیره که چیگونه از کیفیت خوب داره نداره بعدن باز در دواخانه ها مورد استفاده قرار بگیره اکثر همین تجارای ما شما که هست همین شرکت هایی که دارن که ادویه وارد میکنه همین نو که فعالیت میکنن به حساب کار خودش شروع میکنن برای یک ماه دو ماه دوای بسیار با کیفیت تا وارد میکنن در شارکا مردم که در دکتر صاحبا که دوا استفاده میکنن با مریضای خود نتیجه مثبت که میبینن میگه حتما این کیفیت از بالاست همین شرکت خوب است وقتی که یک ماه دو ماه تیر میشه میبینن که همین به حساب نامشان برآمد شرکتشان به حساب ترقی کرد جور شد پس همون کیفیت دوا رو پایین آوردن حالا یک دکتر که مثلا نقصه نوشته میکنه اول خود نقصهش خوانده نمیشه باز دواش نمو دواخانه نزدیک به او ماینه خانه پیدا میشه در دیگه دواخانه پیدا نمیشه او دیگه نطرتن اگه یک دکتر و دو دکتر یعنی دست داره پس پول تقسیم میشه بین دکتر و ماینه خانه او دیگه او به صورت عموم اکثرا چون این اتفاق نفته دکتر صاحب والا به صورت عموم نیسته دکتر صاحبا که واقعا دکتر باشن واقعا یک وجدان پاک داشته باشن او کار هیچ وقت انجام نمیده ندرتن یعنی شما قبول ندرتن یگان دکتر اگه او را گفته نمیتونم استثناء اگه باشه یعنی استثناء این کار را صورت میگیره اگر اکثر دکتر صاحب بایی و شما این را قبول نمیکنه نه تشکر ابراز امتنان سپاس از جناب دکتر صاحب مجیب رحمان شمس دکتر استوماتولوژی که دعوت پذیرفتین مهمان ما شدین خوش آمدین تشکر زنده شما سلامت باشین